جمعه‌گردی های دکتر اسماعیل نوریالا. دموکراسی واژه‌ای با چند معنا. درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، در خصوص علاقمندان جمعه‌گردی های دکتر اسماعیل نوریالا. جمعه‌گردی 28 ماه مارس 2014 دکتر اسماعیل نوریالا اختصاص دارد به موضوع دموکراسی واژه‌ای با چند معنا. می نویسد که به نظر می رسد که مفهوم دموکراسی و نحوه کاربرد صفت دموکراتیک هنوز در نزد ما چندان روشن نیست، و یا بهتر گفته باشم هنوز نمی دانیم که این دو واژه در موارد مختلف معناهای گوناگونی می یابند. چند پیشگذاره. برای توضیح نکات مورد نظر لازم است به چند پیشگذاره توجه کنیم. 1. دموکراسی مفهومی اجتماعی است، یعنی تنها هنگامی کاربرد پیدا می‌کند که گروهی از انسان‌ها اجتماعی را تشکیل می‌دهند. 2. تشکیل اجتماع می‌تواند دلایلی بیشمار داشته باشد و هر دلیل نوعی از اجتماع را مشخص می‌کند. مفهوم اجتماع بشری مفهومی گسترده است و از گروه و فرقه و جماعت و اجتماع و جامعه گرفته تا ملت و امت و ملل متحد را در بر می‌گیرد. 3. مفهوم ترکیبی دموکراسی از دو پاره تشکیل شده که در آن کراسی به معنای سالاری و حاکمیت است، اما ترجمه و حتی تعیین معنای خاصی برای واژه دمو سخت مشکل است. معمولا دمو را به مردم ترجمه می کنن و دموکراسی را مردم سالاری می خوانن. اما هنگامی که این واژه در رابطه با گروه های به کار می بریم که برای امر خاص یا بر بنیاد هدف خاص به وجود می آین، دمو دیگر نمی تواند به معنای مردم باشد، و تا منظور ما از کاربرد دو واژه دموکراسی و دموکراتیک در رابطه این گروه ها روشن نشود، نمی توان مفهوم خاصی را از آنها مستفاد کرد. 4. دلیل تشکیل هر مجموعه انسانی و بزرگی و کوچکی آن مستقیم من بر مفهوم و کاربرد دموکراسی در آن مجموعه اثر دارد. 5. بر این اساس اجتماعات انسانی را می توان در رابطه با کاربرد مفهوم دموکراسی نیز به چند دسته تقسیم کرد: اجتماعات ابتدایی، کوچک و جدا افتاده از دنیا. اجتماعات ابتدایی، کوچک و جدا افتاده‌ای که بر بنیاد اشتراکات خونی مثل خانوادگی، قبیله‌ای، عشیره‌ای و قومی ساخته شده‌اند و عموماً در لوای سنت و باور و جهان‌بینی‌های کهنسالی بالیده‌اند که در طول زمان تغییر چندانی نکردند، تا آنجا که تحقیقات مردم شناسی نشان می‌دهند این گونه اجتماعات از سازوکارهایی که امروزه مجموعاً از آنها به عنوان دموکراسی یاد می‌کنیم بی‌خبرند، و سیستم اداره این جوامع چنان متسلب و بسته است که مفهوم دموکراسی در این گونه جوامع نه اینکه درک و سپس رد شود، بلکه اساساً وجود ندارد، و اگر هم کسی به نوعی از تفاوت یا هنجارهای عمومی روی آورد، جامعه کوچک و بسته مشکلش را همچون یک مرض درک می کند و او را از میان خود می راند. ملت همچون اجتماع بزرگ و رابطه داری با جهان.
در دوران مدرن پدیده جدیدی در قلمرو اجتماعات انسانی به وجود آمده است که در درون شبکه‌ای از روابط گسترده جهانی قرار دارد و حدود و ثغورش نیز با توافق جهانی تعیین می‌شود. این پدیده ملت نام دارد و در دوران مدرن فراتر از روابط سنتی خونی رفته و انواع نژادها و اقوام و گروه‌های فرهنگی عقیدتی را در خود می‌گیرد و در نتیجه تعریفی صرفاً سیاسی دارد، بیان که هیچ رابطه دیگری در شکل گیری حدود و ثغور آن دخالت داشته باشد. یعنی در زبان علوم سیاسی رایج، ملت مجموعی از مردم است که در داخل مرزهای سیاسی یک سرزمین که به وسیله سایر ملل شناخته شدن، یعنی کشور، زندگی می کنند و حاکمیت سرزمینشان از آن خودشان است و در این حال برای مدیریت امور کشورشان مجموعه‌ای وجود دارد که حکومت خوانده می شود و آن نیز شامل ارتش و دولت و قوای سگانه و دیوان سالاری است. امروزه دمو دقیقاً به معنای ملت است و دموکراسی هم چیزی جز حاکمیت ملت در امر تعیین حکومت نیست. در درون مفهوم ملت مردمان مختلفی جای دارند که دیگر روابط خونی نژادی آنها را به یکدیگر متصل نمی کند. آنها دارای خونهای مختلف، روابط خویشاوندی گوناگون، مذاهب متعدد، زبانهای رنگارنگ و عقاید غیر مذهبی و فلسفی متفاوتی هستند و لذا هیچ کدام از این عوامل نمی تواند رشته پیوند آنها محسوب شود. برای بیان این تفاوت‌های بیشمار معمولاً از واژه کثرت استفاده می‌شود که خود واژه‌ای عربی برای مفهوم چندگونگی یا گوناگونی است. ملت‌ها متکثرند و گوناگونی مدار و درست به خاطر همین ویژگی است که از مدار گروه‌های در خود تنیده خونی، خانوادگی، قبیله‌ای، عشیره‌ای، قومی و نیز عقیدتی و مذهبی خارج می‌شود. ملت و دموکراسی. اگر درست به این تفاوت دقت کنیم در میابیم که همین گوناگونی است که راه را بر ورود مفهوم دموکراسی میگشاید. مثلا منطقاً نمیتوان از اعضای یک ملت انتظار داشت که همگی یک عقیده و هدف را دنبال کنند و از پیدایش تفرقه در بینش و کردار و گفتار خود پرهیز نماید. آحاد یک ملت برخلاف اعضای جوامع کوچک و بسته مسلماً دارای مذاهب مختلف، عقاید گوناگون، زبانهای مستقل و فرهنگهای متفاوتند و طبعاً تمایل دارند که همگی در برابر قانون دارای حقوق مشابه باشند و بتوانند عقاید و نظرات خود را با دیگران در میان بگذارند یا بر اساس عقاید خود دسته و گروه و حزب درست کنند و حتی همه قراردادهای اجتماعی را مورد نقد قرار داده و در تغییر آنها بکوشند. دموکراسی شرط لازم برای هنجارمند کردن عضویت در یک ملت است و ملت‌های جوامع بزرگ و گسترده برخلاف جماعات کوچک و فروبسته و جدا افتاده به صورتی طبیعی خواستار به رسمیت شناخته شدن تنوع درونی و آزادی عمل آحاد وابسته به خود هستند. یعنی آن به رسمیت شناختن در پیدایش مفهوم کثرت مداری همون پولاریز مؤثر است و آن استقرار آزادی منشأ ظهور دموکراسی است. جامعه باز و جامعه بسته. اما رابطه ملت و دموکراسی رابطه اجتناب ناپذیر نیست و برای اینکه همه جوامع بزرگ و گسترده‌ای همچون ملت‌ها واجد دموکراسی شوند هیچ تضمینی وجود ندارد. ما در جای جای جهان شاهد وجود ملت‌هایی هستیم که حکومت‌هاشان نه کثرت آنها را می‌پذیرند و نه آزادی آنها را در همه انواع رنگارنگش به رسمیت می‌شناسند. به عبارت دیگر ملت‌های وجود دارند که شرایط جوامع کوچک و فروبسته و دورافتاده بر آنها حاکمند. البته با توجه به طبیعت متکثر ملت و میل طبیعی مردم به آزادی، این وضعیتی کاملا نابهنجار و غیر طبیعی است که اگرچه به همین خاطر متزلزل و ناپایدار است،
اما توان بازتولید خود را دارد. بر این اساس میتوان گفت که هرگاه در جامعه بزرگ و گسترده کثرت مداری محدود و آزادی ممنوع شود و شرایط جوامع کوچک و بسته بر آن حاکم گردد، صفت مشخصه جامعه به استبدادی تغییر می‌یابد. به همین دلیل در فرهنگ سیاسی این دو نوع جامعه را بسته و باز می‌خوانند و از آنجا که قواعد حاکم بر اعضای جوامع کوچک دورافتاده با قواعد حاکم بر جوامع بزرگ تضاد و تفاوت دارند، می توان دید که جوامع بزرگ تنها از طریق استقرار استبداد است که مشخصات جامعه بسته را به خود می گیرند و الا چنین جامعه ای بنا بر طبیعت خود باید باز باشد. حکومت و دموکراسی. این مطالب ما را به قوه‌ای که قرار است انسجام درونی سیستم اجتماعی را تأمین و امور آن را مدیریت کند می‌رساند. این قوه در وجود حکومت مستقر در جامعه قابل مشاهده است و صفاتی هم که جامعه بدان متصوف است در مورد حکومت نیز می‌توان صادق یافت. جامعه بزرگ و گسترده باز دارای حکومتی دموکراتیک است و جامعه بزرگ و گسترده‌ای که روابط دموکراتیک از آن رخت بربندد و تبدیل به جامعه بسته شود، مقهور حکومت استبدادی خواهد بود. در نتیجه به سهولت میتوان مشاهده کرد که جامعه باز پذیرای وجود گوناگونی یا کثرت در میان اعضای خیش است و جامعه بسته با این اقتضای طبیعی جامعه بزرگ و گسترده همواره میستیزد. برخی تصور میکنند که میتوان حکومتی دموکرات داشت اما در این حال به صور مختلفی یا کثرت را به رسمیت نشناخت و یا کثرت را مبدا ایجاد تبعیضات مختلف اجتماعی قرار داد. مثلا هنگامی که از دموکراسی مذهبی یا دینی سخن میگوییم، اولین واقعیتی را که منکر میشویم به رسمیت شناختن کثرت و لزوم عدم تبعیض بین آحاد این کثرت است و این کار تنها به مدد حکومتی سرکوبگر متحقق می شود. چرا که اگر دموکراسی بتواند اسلامی یا مسیحی یا یهودی و یا زرتشتی و یا بهایی بشود، در آن صورت تنها پیروان دین حاکم مدعی دموکراسی شهروند درجه یک محسوب می شود و بقیه شهروندان پایین دستری خواهند بود. یا اگر دموکراسی را بتوان کمونیستی یا آریایی یا بعثی یا قومی خوان، در آن صورت هر کس کمونیست یا آریایی یا بعثی یا از قوم حاکم نیز شهروند درجه دو محسوب می شود. دموکراسی و سکولاریسم. دموکراسی هیچ صفت ایجابی را به خود نمی پذیرد و نمی توان پسوندهای آنگونه که ذکر شدن را به آن افزود، اما در این حال افزودن صفات سلبی به دموکراسی هم ممکن و هم اکثرا روشنگر معنای واقعی دموکراسی است. مثلا از میان صفات و یا پسوندهایی که میتوانند به آن اطلاق شوند، در روزگار ما صفت سکولار از همه برجسته تر است، چرا که این صفت جنبه سلبی دارد و نه ایجابی. یعنی صفتی را به صورت اثباتی به دموکراسی نسبت نمی‌دهد و تحمیل نمی‌کند، اما توضیحگر آن است که دموکراسی به ناچار پیوندی با هیچ مذهب و آیین و عقیده‌ای ندارد و از یک سو تأمین کننده حقوق برابر همه آحاد متنوع جامعه است و از سوی دیگر از تعرض گروه‌های مختلف و رنگارنگ درون جامعه باز و گسترده جلوگیری می‌کند. بدینسان سکولاریسم تجلیگاه سیاسی کثرت مداری است. با توجه به این احتیاط که اگر خود سکولاریسم نیست به ایدئولوژی آلوده شود، میتواند استبداد را از در دیگری وارد معرکه کند، چنانکه استالینیسم، هیتلریسم، فاشیسم، بعثیسم که مدعی سکولار بودن شدند چنین کردند. به همین دلیل است که هر سکولار صادقی باید خود را سکولار دموکرات بخواند و پذیرش کثرت و آزادی اجزای این کثرت را سنگ بنای تفکر سیاسی خود قرار دهد.
جوامع کوچک قراردادی و دموکراسی. باید دانست که عدم پذیرش تنوع عقیدتی و محدود ساختن آزادی عمل اعضا تنها مختص جماعات ابتدایی خونی یعنی خانوادگی، قبیله، عشیره و قومی و جوامع استبداد زده نیست و لذا نمیتوان جلوی آنها را وجود آنها را نشانهای عقب افتادگی یا استبداد دانست، چرا که جماعات قراردادی کوچکی که در دل جوامع بزرگ شکل میگیرند نیز با همین گونه سازکارها عمل میکنند تا یک دستی خود را حفظ نمایند. یعنی فرقه های مذهبی و سیاسی و حتی احزابی که بر اساس مرامنامه های معین و اهدافی توافق شده به وسیله اعضا به وجود می آیند نیز از همین از پیروی می کنند و برای بقای درونی خود نیازی به دموکراسی ندارند و قرارداد تشکیل دهنده آنها همچون یک دیکتاتور عمل می کنند. به عبارت دیگر دمو به معنای اعضای گروه های یک شکل نیست و روابط درونی اعضا با مجموعه گروه کوچک را نمیتوان دموکراتیک به معنایی که البته در جوامع گسترده به کار می‌رود خواند و توقع داشت که هر عضو یک چنین گروه کوچکی بتواند عقاید خاص خود را جدا شده از موافقت‌های اولیه و بنیادی دارا بوده و بر اساس آنها بکوشد تا گروه را به سوی مقاصد خود بکشاند، چرا که اعضای این گونه گروه های کوچک مثل گروه ها و سازمان ها و احزاب سیاسی بر اساس توافق های از پیش تعیین شده در کنار هم قرار گرفتند و نه بر اساس در کنار هم قرار گرفتن به لحاظ تولد یا ملیت. در این محیط با نوع دیگری از مفهوم دموکراسی آشنا می شویم که بیشتر به رعایت اصول همکاری در راستای اهداف مشترک برمیگردد و نه قاطعیت رأی اکثریت. اصل اخراج و استعفا و انشعاب هم از همین قاعده استخراج می شود. در یک گروه قراردادی یا عقیدتی کسی که با قرارداد توافق شده یک بنیادی گروه موافقت نداشته باشد یا خود را کنار می کشد یعنی استعفا می دهد یا بخشی از گروه را با خود همراه ساخت و به صورت جمعی از گروه جدا می شوند یعنی انشعاب می کنند و نیز ممکن است که گروه او و همراهان احتمالیش را از درون مجموعه خود طرد نماید یعنی اخراجشون می کند. و این که عضو طرد شده اعتراض کند که این عمل با اصول دموکراسی نمی خواند فقط یک مغلطه است. این مطلب از طریق مقایسه با واحدهای بزرگتری همچون یک ملت روشن می شود و در این مقایسه در می یابیم که هیچ کدام از این ترفندها در مورد آحاد یک ملت کارساز نیست. نمی شود عضویت شهروندی آحاد یک ملت را سلب و او را از کشور اخراج کرد و نمی توان از عضویت داشتن در یک ملت استعفا داد. در بیان روند عضویت و استعفا و اخراج در این گونه گروه های بزرگ و گسترده به جای الفاظ بالا از مفاهیم دیگری استفاده می شود همچون جزا مثل زندان و تبعید به جای طرد و اخراج یا مهاجرت به جای استعفا یا تجزیه که جانشین انشعابات درون ملت هاست. دموکراسی پدیده‌ای چند سویه. از مجموعه آنچه که در مورد دموکراسی و روابطش با سایر مفاهیم علوم سیاسی گفته می شود می توان دید که در دموکراسی با پدیده چند سویه سر و کار داریم که از یک طرف کثرت‌مدار است، از طرف دیگر دموکرات و دو سوی دیگرش هم سکولاریسم و آزادی را تضمین می کند. این ارکان چهارگانه از یکدیگر تفکیک پذیر نیستند و هرگاه که پای یکیشان بلرزد و لنگ شود آن سه دیگر توان تأمین دموکراسی راستین را نخواهند داشت. این هم جمعگردی دکتر اسماعیل نوریالا که به موضوع دموکراسی واژه‌ای با چند معنا پرداخته بود که بسیار به نظر من روشنگر بود. بازم امیدوارم که توانسته باشم با بیان الکنم پیام مطلب رو به شما نازنینان رسانده باشم. از همه مهر و محبت شما نسبت به جمعگردی های دکتر اسماعیل نوریالا نهایت سپاس دارم. متشکرم.